پس موقعیت اجتماعی یعنی جایگاه هر فرد رو در جامعه یا یک گروه اجتماعی مشخص میکنه. پس ما وقتی که موقعیت یک فرد رو فهمیدیم، یک سری اطلاعات رو دست میاریم. وقتی فهمیدیم که به فرض آقای تهماسبی دانش آموز هست، پس بلا فاصله تو ذهنمون میاد که این فرد باید سنش بین 15 تا 18 سال بیشتر نباشه. فردی هست که تو زمینه درس خوندن تبحر داره. خب حالا وقتی که ما یه هویت جدیدی رو میگیریم، یعنی دانش آموز شدیم دانشجو انشاءالله سال آینده، پس وقتی که هویتمون تغییر پیدا بکنه، موقعیت اجتماعیمون هم تغییر پیدا میکنه. دیگران یه سری انتظارات خاصی از ما دارن. تا زمانی که دانش آموز هستیم با این هویت، خانواده کمک مالی میکنن که شما درستون بخونید. وقتی که شدید دانشجو، کم کم خانواده نگاهش تغییر میکنه، در ضمن که کمک مالی میکنه، انتظار داره که اگه پسر باشه، انتظار داره که حداقل مخارج جیب خودتو تأمین بکنه، یعنی بری سر کار. پس وقتی که هویت جدیدی به دست آوردیم، مسلما در موقعیت اجتماعی تا هم نسبت به دیگران تغییراتی ما داریم. حالا ببینید که تغییرات به چه صورتی هستش. میگه افراد زمانی که متولد میشن، این هویت اجتماعیشو به صورت انتسابی هستش، یعنی خانواده اون شرایط هویت جدید رو براش به وجود میارن. کم کم که بزرگتر میشه، یک سری هویت های میگیره که نتیجه تلاش و کوشش خودش هست. پس انسان بعد به تولد هویت اجتماعیش انتسابی هستش، بزرگتر میشه، در اثر تلاش و ارتباطی که با جامعه پیدا میکنه، هویت اجتماعی جدیدی رو به دست میاره که اینو بهش میگن هویت اجتماعی اکتسابی. حالا ما بحثمون تو این قسمت هستش، هویت اجتماعی اکتسابی. خب نگاه کنیم، اگه یک فرد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگه تغییرات انجام بده، اینو بهش میگن تحرک اجتماعی. امسال شما دانش آموز هستید، انشاءالله سال دیگه موقعیت اجتماعی به نام دانشجو دارید. این جا به جایی شما از دانش آموز بودن به دانشجو بودن بهش میگن تحرک اجتماعی. خب حالا این تحرک اجتماعی یادتون باشه سه شکل رو داره. یه از وضعیتی که داری یه موقعیت اجتماعی بهتری به دست میارید، یا نزولی رو داریم، یعنی یه موقعیتی که داری به مراتب موقعیت بدتر از فعلی رو به دست میارید. حالت سوم نه، یه موقعیت جدیدی به دست میاری که لحاظ ارزش ارتباط این موقعیت قبلی است. به عنوان مثال بیانش کنیم، بعد کتابتون یه مثالی رو ذکر کرده. من خودم رو بگم، من اگه نگاه کنیم معلم تاریخ هست، اگه تو این دبیرستان
خب از این موقعیت اجتماعی تغییر پیدا کنم بشم رئیس دبیرستان، این تغییر رو ما بهش میگیم چه تحرک اجتماعی سعودی. حالا اگر از این موقعیت معلم تاریخ بودن من عوض بشم و بشم مستخدم دبیرستان، این تحرک اجتماعی رو بهش میگن تحرک نزولی. حالت سوم، معلم تاریخ هستم بیان درس جامعه رو درس بدم، یعنی پایگاه اجتماعی من تغییر پیدا نکرده، اینو بهش میگن تحرک افقی. این ساده ترین مثالیه که توی ذهنتون جا بندازید. اگر من که معلم شما هستم موقعیتم تغییر پیدا کنه و بشم رئیس دبیرستان، این تحرک اجتماعی ما بهش میگیم سعودی. دو، اگر برای که معلم تاریخ هستم بشم مستخدم دبیرستان، اینو بهش میگن تحرک اجتماعی نزولی. یعنی از موقعیتی که دارم یه موقعیت پایینتری به دست آوردم. اگر معلم تاریخ هستم بیام جامعه رو تدریس بکنم بشم معلم جامعه، موقعیت اجتماعی من تغییر پیدا نکرده، جایگاه اجتماعی من تغییر پیدا نکرده، اینو بهش میگن چی؟ افقی. اینو یاد بگیرید. جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر بهش میگن تحرک اجتماعی. تحرک سه گونه است، یه از موقعیتی که داره یه موقعیت بهتری به دست میاره میشه سعودی، یا موقعیتی که داره یه موقعیت اجتماعی پایینتری به دست میاره میشه نزولی، یا در همون موقعیت موقعیت دیگه به دست میاره که لحاظ پایگاه اجتماعی عین قبلی هستش، اینو بهش میگن افقی. حالا توی کتابتون همین مثال ساده رو به شکل دیگه بیان میکنم. این مثالی که زدم تو ذهنتون جا بندازید، اگه تو تست شکل دیگه بیان کنه راحت میتونید بنویسید. اینجا اومده مثالی رو در رابطه با کارمند زده، میگه یک کارمند اگه بشه مدیر کل، یعنی یه موقعیت اجتماعی بالاتری به دست آورده دیگه، اینه بهش میگه تحرک اجتماعی سعودی. حالا همه کارمند که فرض کن مدیریت یه بخشی رو داره تبدیل بشه یه کارمند چی؟ عادی. یه کارمند متخصص بشه یه کارمند عادی، اینه بهش میگه تحرک اجتماعی نزولی. حالت سوم چی گفته؟ گفته طرف کارمنده از این اتاق ورده توی یه اتاق دیگه، باز همون شغل کارمندی خودشو داره، اینه بهش میگه تحرک اجتماعی افقیه. پس ساده ترین مثال رو باز تکرار میکنم توی ذهنتون، همین مثال معلمی رو تو ذهنتون داشته باشید، راحت مفاهیم تحرک سعودی، نزولی و افقی رو خواهی فهمید. خب ببینیم در همه کشورها این ردبندی مشاغل یعنی موقعیت‌های اجتماعی یادتون باشه به صورت یکسان نیستش. تو برخی از کشورها یه موقعیت اجتماعی ارزش بالاتری داره، در یک جامعه همون موقعیت ارزش پایینتری داره. پس نوع مشاغل
توی کشورهای دنیا در رابطه با موقعیت اجتماعی متفاوت هستش. علاوه بر این مسئله شغل که توی رتبه بندی مشاغل یا موقعیت اجتماعی افراد تأثیر داره، عوامل دیگه هم باز ما تأثیرش رو داریمش. کسی که سواد داره و کسی که سواد نداره موقعیت اجتماعیش در جامعه متفاوته. کسی که تو زمینه هنر یا ورزش قهرمان هست، هنرمند هست، در جهان مطرحه، در جامعه ارزشش و موقعیت اجتماعیش با فردی که در جامعه یا در جهان موقعیت ورزشی نداره یا موقعیت هنری نداره مسلماً تفاوت خواهد داشت. اینو داره بیان میکنه. به یه معیارها و ملاک هایی که ما موقعیت های اجتماعی هویت مختلفی رو به دست میاریم در جوامع متفاوت. گاهی مواقع یک عنصر اون معیار موقعیت جغرافیایی نشون میده، گاهی مواقع چند عنصر ما داریم که اینجا برخی نمونه‌هاش رو ذکر میکنه. مثل مشاغل داریم، مثل ایمان داریم، تقوا داریم، هنر داریم، احترام داریم. خب یکی دو تا اینجا نکته رو داریم، اینو یاد بگیرید. آیا در هر جامعه افراد میتونن هر موقعیت اجتماعی که خواستن بهش برسن یا نه؟ این سوال برای جواب بده. آیا هر فردی در هر جامعه این اجازه رو داره که هر موقعیتی که میخواد بهش برسه یا نه؟ مثلا تو جامعه خودم آقای تقوی یه فردی که عقاید مذهب مسیحیت رو داره میتونه رئیس جمهور بشه که اینجا داشته بعده؟ آیا در جامعه ما یه زن میتونه قاضی بشه؟ پس هر جامعه یادمون باشه بر اساس عقاید و ارزش هایی که در اون جامعه حکم فرما هست این امکان رو به افراد میده که میتونن تحرک اجتماعی سعودی داشته باشه یا نداشته باشه. قاضی توی جامعه ما یه موقعیت اجتماعی عالی است. رئیس جمهور بودن یه موقعیت اجتماعی عالی هستش. آیا در جامعه ما فرد میتونه به این موقعیت برسه جز مؤنث؟ نه. خب ببینیم، پس توی تحرک اجتماعی اون حالت صعودیش، ببین نزولیش نه، افقیش هم نه، در حالت سعودیش گاهی مواقع راه برای برخی از افراد جامعه مسدود هستش. اینو ما بهش میگیم انسجاد اجتماعی. پس مسدود بودن راه ارتقا و تحرک سعودی، یعنی یه موقعیتی هست به موقعیت بالا، اگه برای یک جامعه امکان پذیر نباشه اینو بهش میگن انسجاد اجتماعی.
حالا توی انسجاد اجتماعی اون افرادی که اون معیارها و ملاک ها رو داشته باشه، امکان تحرک اجتماعی سعودیش بیشتره. جامعه ما یه جامعه مذهبی هستش، پس هر فردی که مذهبی تر باشه امکان گرفتن موقعیت های اجتماعی بالاتری بیشتر براش فراهم هستش تا فردی که مذهبی نیستش. اینا بیانش میکنه، میگه این انسجاد اجتماعی در جوامعی وجود داره که موقعیت اجتماعی افراد بر پایه ویژگی های انتصابی که خودشش نقشی و نداره، مانند نژادش، رنگش و غیره مشخص بشه، که گاهی مواقع این انسجاد اجتماعی هم بر پایه ویژگی های اکتسابی ما داریمش. خب حالا ببینیم که تو جوامع مختلف این تحرک اجتماعی چگونه هستش. ببینیم به عنوان مثال در جوامع فرودریده غربی، سال قبل جامعه نظام فئودالی که بر مبنای ارباب و رعیتی بود صحبت کرده میشه، بیشترین تحرک سعودی توی این جامعه مربوط به کسانی بودش که زمین زیادی داشتن. هر کسی که صاحب زمین بود یا فئودال بودش، تحرک سعودی برای افراد چی بود؟ زیاد بودش. اما افراد پایین تر، یعنی رعیت یا کشاورز، چون صاحب زمین نبود نمیتونست به موقعیت های اجتماعی بالاتری برسید. ایاتون باشه از میان فئودال ها یک نفر به عنوان فئودال بزرگ یا پادشاه انتخاب بشه، و چون رعیت فاقد زمین بود پس به مقام پادشاهی نمیرسید، ولی فئودال ها چون صاحب زمین بودن پس این امکان داشت که یه موقعیت بالاتری، یعنی رسیدن به پادشاهی یا فئودال بزرگ برسن. خب ببینید در سایر جوامع به چه صورتی هستش. این نکته تو ذهنمون داشته باشه، این موقعیت های سعودی که شکل میگیره، تحرک های اجتماعی که شکل میگیره که منجر به هویت اجتماعی جدید میشه، در هر جامعه به برخی اجازه میده که تحرک رو داشته باشن، به برخی ها اجازه نمیده. ببینید این ارتباط به ارزش ها و عقاید جامعه داره، یعنی اون عقاید ارزش های جامعه است که اجازه تحرک اجتماعی به افراد جامعه داده میشه. به عنوان مثال در جامعه ای که ارزش ها بر پایه یک نژاد خاص قرار داره، ما چند سال قبل کشوری داشتیم به نام آفریقای جنوبی و نژادی که مورد قبول بود نژاد سفید بودش و نژاد سیاه فاقد امتیازات بودش و فقط نژاد سفید بود که اجازه داشت که موقعیت‌های اجتماعی خوبی در جامعه به دست بیاره. پس در جامعه که ارزش های جامعه بر پایه نژاد خاص باشه،
امکان تحرک اجتماعی سعودی فقط برای اون نژاد هستش. سایر نژادها عملا امکان گرفتن موقعیت‌های جدید رو نخواهند داشتش. که اینجا جامعه آپارتاید یا جدا نژادی چه میدانی، همون چیزی که بهتون گفتم، ما جامعه آفریقای جنوبی بودش، نظامی که یک نژاد در جامعه حکومت میکنه اون جامعه رو بهش بیان چی؟ جامعه آپارتاید یا نظام آپارتاید رو داریمش. حالا یه جامعه‌ای داریم که اساسش بر پایه ارزش‌های اقتصادی هستش. یعنی چی؟ یعنی که هر فردی که ثروت و سرمایه بیشتری رو داشته باشه از امکانات و موقعیت‌های اجتماعی بهتری برخوردار هستش. نمونه سادش، چون شما اللحاظ منابع مالی و سرمایه خانوادت و نسبت به بسیاری از خانواده در جامعه بهتر هستی، پس از امکانات مدارس غیر انتفاعی استفاده میکنیم. در حالی که ما میدیم مدارس غیر انتفاعی امکانات آموزشیشون بیشتر از مدارس دولتی هستش، چون دارای سرمایه و ثروت هستی، به همین دلیل هست که شما میتونید از امکانات آموزشی بهتری استفاده کنید. این منظورش اینه. میگه در جامعه‌ای که قواعد و روابط هم بر اساس ارزش‌های اقتصادی هست، مثل جامعه سرمایه داری، میگه در این جامعه کیا میتونن از امکانات جامعه بیشتر استفاده بکنن، موقعیت‌های اجتماعی بهتری به دست بیارن و تحرک اجتماعی سعودی داشته باشن، فقط مربوط به افرادی میشه که ثروت و سرمایه زیادی در اختیار داشته باشن. خب بیایم ببینیم یه چه نکته‌ای دیگه بیان میکنم. اینجا هم یه شکل دیگه داره جامعه رو میگه. میگه جامعه‌ای که ارزشش بر پایه اصالت دادن به این دنیا باشه، محدوده تحرک اجتماعی یادتون باشه فقط توی این دور بزنه. پس اگه جامعه اساس ارزشش بر پایه معنوی باشه، تحرک اجتماعی در محدوده همون ارزش‌های معنوی دور می‌زنه. با یعنی خود اون جامعه این که چه کارهایی میتونه انجام بده، چه کارهایی نمیتونه انجام بده، چه موقعیت‌هایی میتونه به دست بیاره، چه موقعیت‌هایی نمیتونه به دست بیاره، اینو اون ارزش‌ها و عقاید جامعه مشخص می‌کنه. با از دست شما خارجه، فکر نکنید شما میتونید انجام ده. وقتی جامعه ما جامعه مذهبی هستش، پس افرادی که پایبند به عقاید مذهبی هستن راحت تر تحرک اجتماعی سعودی رو دارن، و افرادی که عقاید مذهبی اسلامی رو ندانن تحرک اجتماعی سعودیه یا نداره یا خیلی اندک هستش. خب ببینی که یه چه نکاتی رو اینجا داره. باز اومده در رابطه با یه جهان که روکرد این دنیا رو داره، دنیایی که اون جهان سکولار رو داشتیم که سال 11 ها خونیم که سکولار شیه. خب در این جهان اصالت به چی میده؟ هویت غیر دینی. پس افرادی که ببینید، افرادی که هویت معنوی و دینی دارن
نمیتونن در چنین جامعه دروک اجتماعی سعودی داشته باشن. در چنین جامعه اجازه نمیدن که فعالیت های دینی افراد آشکار بشه، چه که جامعه باش برخورد میکنه و اجازه نمیده که افراد جامعه اون هویت معنوی یا دینی خودشون چیکار کنن بریز خودشون نشونه. که مثالش اینجا بیان کرد، جامعه غرب چون جامعه با دیدگاه روکرد دنیوی و سکولاریس هستش و تو جامعه مذهبی که هویت معنوی رو داره، من اینم نمادی از هویت دینی و معنوی به شما میره، برخلاف هویت سکولاریست هست، به همین دلیل است که اجازه تحصیل زنان و دخترانی که حجاب دارن مانع تحصیلشون میشه، که این مثال مدعی میشه. اینکه چرا فلان کشور فلان دختری که با حجاب وارد مدرسه شده از مدرسه اخراجش میکنن اجازه تحصیل نمیدن، بحث اینجا هستش. پس یاد اون باشه هر جامعه بر اساس ببینید هر جامعه بر اساس عقاید و ارزش‌هاش اجازه تحرک اجتماعی به افراد میده و اگر افراد اینها رو رعایت بکنن این تحرک اجتماعی رخ میده و اگر اینها رو رعایت نکنن اجازه تحرک اجتماعی به افراد نمیده. که اینجا یه سری مثالا رو برای شما آورده. این مثالا ما توی تست نداره، فقط بار مفهومی این بحث رو داره بیان میکنه که تحرک اجتماعی در اطراف و حول عقاید و ارزش‌های جامعه به وجود میاد. که اینجا به عنوان مثال زدیه در جوامع سکولاریسم و دنیوی، چون معتقد به جهان غیر این دنیا نیست، پس امکان این که ما بر اساس قوانین الهی جامعمون رو تشکیل بدیم وجود نداره. این اجازه رو به ما نمیدن که به قوانین الهی رأی بدیم. که اینجا نمونه هاشو داریم، یکی در رابطه با الجزایر رو داریمش که بیانش کرده. خب اینم باز اومده در رابطه با مسائل بالا رو ذکر میکنه، میگه در یک جهان دینی و معنوی هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان رو نفی بکنن، یعنی بعد معنوی رو رد بکنن، به رسمیت شناخته نمیشه. دوست عکس اون جریان جهان دنیوی رو داره بشه. خب ببینید اینجا چی میگه. میگه اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید و ارزش‌های جامعه نباشه و فراتر از فرصت‌هایی باشه که یک جهان اجتماعی برای افرادش به وجود میاره، میگه چه حادثه‌ای به وجود میاد.
یعنی این که افراد به دنبال کسب هویت اجتماعی جدیدی هستن که مخالف با عقاید ارزش‌های جامعه هستش. مخواهم این در این حالت اگه در یک جامعه شکل گرفت چه مسائلی به دنبالش خواهد داشتش. ببینید یه مفهوم ساده، اگر عملکرد افراد برخلاف عقاید و ارزش‌های جامعه باشه، اینو ما بهش میگیم تعارض فرهنگی. یه مفهوم خیلی ساده تو ذهنتون داشته باشه، اگر گروهی از افراد در جامعه رفتار کردارشون برخلاف عقاید و ارزش‌های جامعه باشه، اینو بهش میگن تعارض فرهنگ. این مفهوم تو ذهنتون داشته باشه، اینو دیگه میتونیم بفهمیم که چی هستش. اینجا چی بداره به ما میگه؟ میگه گاهی مواقع تغییرات هویتی افراد از درون اون جامعه که موجود هست خارج میشه. خب این تغییرات در خارج چارچوب جهان اجتماعی است که زندگی میکنه. اگه در خارج ببینید رفتار مورد قبول هستش، در داخل جامعه قبول نیستش. این رفتار وقتی وارد جامعه میشه، جامعه باش برخورد میکنه. خب این حالت بهش میگن تعارض فرهنگی. به عنوان مثال طرف رفته خارج از کشور، شیوه زندگی یاد گرفته، مثلا فرض کنید که توی غرب خیلی راحت با شرارکی خیابونها رفت آمد میکنه، بعد این فرد وارد جامعه ما میشه، جامعه که مردم اجازه ندارن مثلا عقاید ارزش‌ها توی محیط های عمومی با شرطک رفت آمد بکنه. پس اگه این فرد با این وضعیت در جامعه در یه مکان عمومی ظاهر بشه، خب یه تقابل شکل میگیره. اینو بهش میگن تعارض فرهنگی. میگه تعارض فرهنگی وقتی که به وجود میاد، جامعه ببینید دچار اضطراب و نگرانی میشه. این اضطراب و نگرانی احساس میکنه که اگر برخورد نکنه و اگر دیر به جمعه اون ارزش ها و اعتقادات جامعه از بین میره و جهانی که داره زندگی میکنه و جامعه که داره زندگی میکنه تغییر خواهد کردش. این منظورش اینه. این اضطراب و نگرانی اجتماعی که میگه فراوان به دنبال داره این هستش. ما تو جامعه نمونه‌های زیادی رو داریمش. خب میگه این تعارض فرهنگی یعنی عملی انجام میشه برخلاف عقاید و ارزش‌های جامعه، دو گونه است. یا علت اون تو درون خود جامعه هستش، یا علتش بیرون از جامعه هستش. یعنی در جامعه افرادی میان دست به ابتکار و نوآوری میزنن، مثل نحوه پوشش لباس.
علل داخلش هم دیگه برمیگرده به چی؟ به اون روابطی است که میان جهانهای اجتماعی به وجود میاد. وقتی که ما میایم با جهان غرب رابطه برقرار میکنه، ارتباط فرهنگی برقرار میکنیم، مثلا تو زمینه موسیقی چه بخوایم چه نخواهیم، نوعی از سبک موسیقی تو جامعه ما چی میشه؟ رواج پیدا میکنه. موسیقی که برخلاف نوع موسیقی است که در جامعه ایران وجود داره، این میشه چارچوب درس ما. حالا بیایم یه مرور بکنیم ببینیم که چه مطالبی رو تو این درس باید تو ذهنمون داشته باشیم. اگه تا اینجا سوالی دارید بپرسید بهتون بگم. تا اینجا درس دومون که بیانش کردیم، اگه سوالی دارید بگید، اگه نیست که من یه بار رؤوس کلی درس رو ذکر بکنم که بدونید که تو این درس چه مفاهیمی بهش نیاز داریم. خب اولین بحثی که ما داشتیم موقعیت اجتماعی بودش، گفتن یه تعریفی از موقعیت اجتماعی بیانش بکنه، جایگاهی که هر فرد در اون جامعه قرار داره اینه بهش که موقعیت اجتماعی. خب گاهی مواقع است که افراد با سعی و تلاش خودشون از این موقعیت خارج میشن، یعنی جایگاه میرن در یک جایگاه اجتماعی دیگه. پس دومین تعریفی که ما داشتیم تحرک اجتماعی بودش، جابجایی افراد از یک موقعیت به موقعیت دیگر رو ما اصطلاحاً گفتیم تحرک اجتماعی. خب گفت تحرک اجتماعی یه انواعی داره، یا شکل صعودی رو داره یا شکل نزولی رو داره یا شکل افقی داره. مثالش هم زدم، باز دوباره میگم مثال رو خودتو در نظر بگیرید. مثلا من دانش آموز هستم، به عنوان مثال آقای تقوی در نظر بگیرمش، بر نخوره. آقای تقوی دانش آموز هستش، سال بعد بشه دانشجو، اینه مجید تحرک چی؟ سعودی و مادداری بشه. نزوری چیه؟ دانش آموز دوره دبیرستان دوره دوم هستش، سال دیگه آقای تقریب بده بشه چی؟ بشه دانش آموز دوره دبستان، این میشه نزولی. حالت افقی چیه؟ رشته علوم انسانی هست، سال یه بره توی رشته ریاضی بشون ادامه تحصیل بده، این میشه افقی. پس یکی دیگه از موارده ای که باید یاد بگیریم و تو ذهنمون باشه صعودی، نزولی و افقی داری بشه. با مثال جا بندازی، امکان داره که تستی به شما بدن که اون تست مثالش این کتاب نباشه، ولی یه بار مفهومی از شما بخواد. یکی یه مسائلی که بیان کردیم بحث این بود که این صعودی، نزولی و افقی
در هر جامعه یه معیارها و ملاک‌هایی داره بشه. تو برخی از جوامع معیار این تغییرات اجتماعی و بر پایه علم میگیرن، برخی از جوامع میان بر پایه شوق بیانش میکنن و موارد دیگه که بتونیم خود معیارها در جامعه داشته باشیم. خب توی این قسمت یه بحثی داشتیم به نام انسجاد اجتماعی، میگه که تو برخی از جوامع بر اساس عقاید و ارزش‌هایی که وجود داره افراد نمیتونن از موقعیت‌های اجتماعی سعودی استفاده بکنن. اینو بهش میگن انسجاد اجتماعی مدعی میشه. پس یک سری محدودیت‌ها ایجاد میشه. یه دونه مفهوم داریم به نام فرصت‌های باز. باز در جامعه میبینی که یک سری موقعیت‌های اجتماعی رو به افراد اجازه میدن که تغییراتی به وجود بیاره تو زندگیشون. برخی از موقعیت‌ها رو داریم که جامعه اجازه نمیدن. به عنوان مثال در جامعه خودمون افراد میتونن از لحاظ علمی موقعیت‌های اجتماعی جدیدی رو به دست بیارن، اما در جامعه ما اجازه نمیده که فردی به شغل رواخاری بپردازه. واسه یه جامعه ما میگه فرصت‌های باز اجتماعی وجود داره، بدیم مفهوم نیست که هر فردی هر کاری دوستش انجام بده، نه، بدیم مفهوم هستش که یک سری فرصت‌های تغییرات موقعیت اجتماعی برای افراد به وجود میاد، برای یه سری افراد این امکان به وجود نمیاره. حالا این تغییرات سعودی که ما بیانش کردیم، گفتیم بر اساس عقاید و ارزش‌ها وجود داره. بعد ببینی که جامعه چه چیز را ارزش قائل داره. در یک جامعه که معتقد است که فقط یک نژاد اهمیت داره، فقط همون نژاد موقعیت به دست میاره. نمونش آلمان دوره به اصطلاح حکومت هیتلر رو دایمش، که در این جامعه جرمن ها بودن که اجازه تحرک اجتماعی سعودی رو داشتنش. یا در جامعه سرمایه داری جامعه میتونست افرادش تحرک اجتماعی داشته باشد که ثروت و سرمایه داشته باشد. پس هر فردی که ثروت و سرمایه بیشتری داشته باشه، به همون نسبت هم امکان تحرک اجتماعی سعودی بیشتری تو خواهد داشته باشه. آخرین نکته‌ای که داشتیم این بود، تعارض فرهنگی. اگر رفتار و کردار و فرهنگ یک گروه برخلاف عقاید، ارزش‌ها یا فرهنگ یک جامعه باشه، حالتی به وجود میاد که بهش میگن تعارض فرهنگی. این تعارض فرهنگی دو تا علت داشتش. یک، یا در داخل بودش، یعنی خود افراد در داخل اون جامعه به وجودش میارن، مثلا سبک جدیدی از پوشش، سبک جدیدی از غذا خوردن و غیره، یا عامل چیه؟ خارجی هستش، خارجی یا بگیم بیرونی.
بیرونی هم بوده در اثر ارتباط میان جهانهای اجتماعی این فرهنگ وارد چی میشه؟ جامعه میشه، در نتیجه تعارض شکل میگیره. یه مثال ساده اگه نگاه کنیم اون مسئله تتو کردن درسها رو تو جامعه ما داریمش. جامعه ما لحاظ اعتقادی و ارزش ها فردی که بدن خودش رو تتو میکنه قابل قبول نیست. چرا؟ چون از دیدگاه اسلام هیچ فردی حق نداره که به اندام های بدنش تعارض بکنه، تغییرات بده، چه که اندام های بدن و جسم یه امانت در دست من و شما هستش و یه کوچکترین آسیب بهش برسه از دیدگاه مذهبی اون دنیا باید جوابگو باشه. پس وقتی که این نوع شیوه زندگی وارد جامعه میشه، جامعه باش برخورد داره. حالا این پدیده چگونه به وجود اومده؟ از طریق دوابطی است که میان جهانهای اجتماعی شکل گرفته، یعنی بیرونی ما داریمش. خب این چارچوب درسمون بودش.